جدیداً چین داره تلاش‌هایی می‌کنه که از نظر تکنولوژی خودکفا بشه و این هم دولت ایالات متحده رو نگران کرده. قدم چین ارتباط مستقیمی با ساخت ریزتراشه‌ها داره. چند وقت پیش ویدئویی منتشر کردیم در مورد شرکت نیمه رسانای تایوان به اسم TSMC که چطور بیش از 90% از کوچکترین و پیچیده ترین تراشه های جهان رو تولید میکنه. از اون ویدئو استقبال شد. گفتیم شاید بد نباشه تا در این رابطه یک ویدئوی بسیار مهم دیگه بسازیم. پیشنهاد میکنم اون ویدئوی شرکت نیمه رسانای تایوان رو حتما تماشا کنید. لینکش رو داخل توضیحات پایین همین ویدئو قرار میدم. اگر این شرکت تایوانی با همین تولیداتش متوقف بشه، کل جهان تکنولوژی زمین میخوره. چین هم جدیداً دست روی همین نیاز گذاشته. نیازی که جهان رو اداره میکنه. شما تراشه های نیمه رسانا رو تو همه چیز میتونین پیدا کنین. موبایل، ساعت هوشمند، یخچال و کلی وسایل الکترونیکی. به عبارت دیگه، الان تمدن انسان دیگه بر پایه چوب و سنگ و آتیش نیست، بلکه همین نیمه رسانا و تراشه ها هن که حرف اول رو تو دنیای مدرن میزنن. اما یک امای بزرگ وجود داره. حتی همین شرکت بزرگ نیمه رسانای تایوان که جهان رو میتونه اداره کنه، بدون یک قطعه بسیار مهم نمیتونه تراشه هاش رو بسازه. اون قطعه هم چیزی نیست جز یک دستگاه 150 میلیون دلاری از یک شرکت هلندی به نام ASML. در این ویدیو از پاراگراف با دستگاهی که کل جهان رو اداره میکنه آشنا میشیم. تجهیزات پیشرفته ASML چیزای کوچیکی رو چاپ میکنه که اساس ریز تراشه های شرکتی مثل TSMC رو تشکیل میده. ریز تراشه ها با ساخت میلیاردها ترانزیستور کوچیک ساخته میشن و اینجا یک ماشین ASML از روشی به نام لیتوگرافی استفاده میکنه و الگوهایی رو روی ریز تراشه ها چاپ میکنه. این سیستم الگو رو روی یک ویفر سیلیکونی متمرکز میکنه. بعد از چاپ اون الگو، ویفر رو کمی حرکت میده و یک کپی دیگه روی اون ویفر ایجاد میکنه. این کار لایه به لایه ساخته میشه. مثل درست کردن یک کیک که هر بخشش لایه های مجزایی داره و باید با دقت انجام بشه. اما خب شرکت ASML این کار رو با دقت بسیار پیچیده تری انجام میده. چون این حرکت شامل 100 لایه با دقت نانومتریه. هر چی بشه ترانزیستورهای بیشتری رو به یک تراشه اضافه کرد، اون تراشه قدرتمندتر میشه. ASML هم تنها شرکتی تو جهانه که شرکت‌های ریز تراشه مثل همون TSMC شرکت تایوان بهش نیاز دارن تا بتونن محصولاتشون رو تولید کنن. این تجهیزات تو کارخونه‌ای در ویلدهوون هلند تولید میشه. این شرکت در سال 1984 به عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک بین قول الکترونیکی فیلیپس و شرکت هلندی تولید کننده ماشین‌های تراشه ASM اینترنشنال تأسیس شد. ASML الان یک شرکت مستقله. این شرکت همچنین انحصار لیتوگرافی EUV رو داره. EUV یک طول موج بسیار کوتاه از نوره که میتونه مدارهای کوچکتری رو نسبت به لیتوگرافی معمولی که روی UV عمیق متکیان ایجاد کنه که بهش DUV میگن. نور EUV به طور طبیعی روی زمین اتفاق نمیفته و فقط توی فضا وجود داره. پس ASML باید به نحوی اونو روی زمین تولید کنه. برای تولید این نور یک لیزر CO2 دو پالس لیزر رو به یک قطره قلع شلیک میکنه تا تبخیر بشه. بخار قلع به پلاسما تبدیل میشه که نور EUV ساطع میکنه. حیرت انگیزترین بخش این ماجرا اینه که این کار با سرعت 50,000 بار در ثانیه اتفاق میفته. این ماشینا توی اتاقهای تمیز قرار گرفتن. منظورم از تمیز جایی که گرد و غبارش صفره و اونجا مونتاژ میشن. گرد و غبار صفر به نوعی میشه یک اتاق که 10,000 برابر از هوای بیرون تمیزتره. حتی کوچکترین ذره گرد و غبار، یعنی یک دونه گرد و غبار هم اگر روی این ویفرهای سیلیکونی بیفته اونو خراب میکنه. این شرکت هلندی تو دهه 1990 تصمیم گرفت از نور EUV استفاده کنه و کلن روند تولیداتش رو تغییر داد.
اون زمان سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری انجام داد تا بتونه یک سویچ رادیکال رو توی منابع نورش ایجاد کنه و حالا هم نتیجهشو می‌بینه که به راحتی تأثیرگذارترین نقش رو توی تمدن مدرن انسانی داره. شرکت ASML الان حدود 193 میلیارد دلار ارزش داره. تجهیزات EUV به بزرگترین سازندگان تراشه تو جهان فروخته میشه. یعنی شرکت‌هایی مثل همون TSMC تایوانی، سامسونگ، اینتل و قول‌های بزرگ دیگه. هر کدوم از این ماشین‌ها بیش از 100 هزار قطعه دارن. معمولاً صادرات شرکت ASML اینطوریه که بیش از 40 تا کانتینر باری و 20 تا کامیون و چندین بوینگ 747 رو برای صادرات محصولاتش استفاده می‌کنه. چین هم مثل سایر نقاط جهان به ماشین‌های ASML برای شرکت‌های چینی که تراشه‌های نیمه هادی تولید می‌کنن متکیه. اما در سال 2019 دولت ترامپ با یک لابی موفقیت‌آمیز جلوی دولت هلند رو برای ارسال پیچیده‌ترین ماشین‌های ASML به چین گرفت و الان هم دولت بایدن همچنان بر تصمیم ترامپ استواره و کاری برای برداشتن این سیاست تحریمی روی چین نکرده. اما ASML میتونه فناوری‌هایی که کمی قدیمی‌ترن رو به چین صادر کنه و از این بابت مشکلی نداره. مثلا سیستم‌های قدیمی‌ترش که اشعه ماورا بنفش عمیق رو داشتن و یک نسل از سیستم‌های EUV عقب‌ترن رو همچنان میتونه به عنوان تراشه‌های کمتر پیشرفته به چین صادر کنه. در سال 2021 16% از فروش شرکت ASML به چین که اونم از همین تراشه‌های کمتر پیشرفته بود میشد حدود 2.2 میلیارد دلار. این شرکت برای سال 2022 هم همین حدود درآمد رو انتظار داره. دولت آمریکا تلاش کرده تا راه‌های مختلفی رو تست کنه تا چین در تولید تراشه پیشرفته نشه. وقتی بایدن قانون چیپست رو تو ماه آگوست امضا کرد، بیشترین تلاشش رو برای مقابله با چین انجام داد. این قانون یک هشدار بود که می گفت اگر شرکتی مثل TSMC یا شرکت‌های مشابهی که تراشه تولید می‌کنن قصد دارن میلیاردها دلار یارانه رو برای ساخت کارخونه‌هاشون تو آمریکا بگیرن، باید موافقت کنن که پیشرفته‌ترین تراشه‌هاشون رو به چین نفروشن. واشنگتن حتی ASML رو تحت فشار قرار داده تا همون تراشه‌های کمتر پیچیده‌ش هم به چین صادر نکنه. این میتونه ضربه جدی به شرکت چینی SMIC که نیمه رسانا تولید میکنه باشه. این شرکت تراشه های نیمه رسانای 7 نانومتری تولید میکنه که فقط یک نسل از تراشه های 5 نانومتری که TSMC و سامسونگ تولید میکنن فاصله داره. اگه واشنگتن بتونه این کار رو عملی کنه، بعدن میتونه تجهیزات لیتوگرافی قدیمی ASML هم جلوشون رو بگیره که به چین صادر نشن. از اون طرف چین قصد داره به خودش متکی بشه و سیستمای لیتوگرافی خودش رو بسازه. تحلیل کردن که اگر چین با سرعت در زمینه ساخت شرکت لیتوگرافی قدم برداره، باز هم یک دهه طول میکشه تا بتونه تجهیزاتش رو آماده کنه و به رقیبی برای شرکت ASML تبدیل بشه. مدیرعامل شرکت ASML، پیتر ونینگ، در این مورد گفته که ساخت چنین دستگاهی کار راحتی نیست، ولی شدنیه. مطمئناً با تلاش و جدیت چین امکان پذیرم هست، اما ساخت چنین دستگاه پیشرفته‌ای به همون اندازه به مهندسان پیشرفته هم نیاز داره. نظر شما در این مورد چیه؟ امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.